صبر و ثبات و پایداری نصیب بکنه و سعی کنید که اطرافیان خودتون رو از این خرافات و شرک برحذر بدارید، اونا رو هم دعوت بکنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در حدیث صحیح می‌فرمایند که ای علی، لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک من الحمر النعم. اگر ای علی، اگر الله سبحانه و تعالی به دست تو کسی رو هدایت کنه، یک نفر رو هدایت بکنه، برای تو از شتران سرخمو بهتر است. چرا شتران سرخمو رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون زمان مثال آوردن؟ چون گرانترین، نایابترین و پرکارترین شتر در اون زمان شترهای سرخمویی بود که در جزیره العرب معروف است. همین الانم قیمت این شترها شاید باورتون نشه به 100,000 دلار هم میرسه یک شتر، به 200,000، 300,000 دلار هم میرسه یک شتر. اون شترهای اسیری که وجود داره در جزیره العرب الان هم به مبالغ 1,000,000 و 1.5 میلیون خرید و فروش میشه. ببینید که اگر ما در این زمان بخوایم این مثال رو بزنیم، میتونیم بگیم که اگر الله سبحانه و تعالی به دست شما یک انسان رو هدایت بکنه، برای شما از کارخونه مرسدس بنزم بهتره. دیگه بالاتر از این ماشینی وجود نداره در بین ماشین هایی که به اصطلاح هست. یعنی هدایت یک انسان، شما تصور بکنید یک نفر به دست شما هدایت شد، دیگه 5 وقت نمازش رو خون، نمازش رو ترک نکرد. این شخص، فرزندانش، همسرش، نوه‌هاش، نسلش تا روز قیامت، هرچه اعمال صالحه‌ای که انجام میدند، یک کاپی این در نامه اعمال شما هست، بدون اینکه از اعمال اونها چیزی کم بشه. این وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سبحان الله، یک نسل، یک نفر هدایت میشه تا روز قیامت، این یک نفر شاید تبدیل به 2 میلیون 3 میلیون تا که قیامت، یعنی الله سبحانه و تعالی مدتش رو میدونه، شاید به 1 میلیارد هم برسه. از نسل این انسان هرچه اعمال صالحی که انجام میدن، چون شما سبب هدایت جدشون بودید، کاپی از اعمال صالح اینها در کارنامه اعمال شما در روز قیامت موجود است. جالب است که در روز قیامت حاضر بشید در پیشگاه الله سبحانه و تعالی و کوههایی از حسنات در نامه اعمال شما هست. یا الله، اینها از کجا آمد؟ من که این همه اعمال صالح نداشتم، من یک انسان عادی بودم، نماز میخوندم، روزه میگرفتم. بقیه رو نگاه میکنه که اعمالشون، یعنی به اندازه این عمر کردن، مثل این انسان بودن، اعمال این شخص از اونا بیشتر هم نیست، اما اونها فقط همون اعمالی که خودشون انجام دادن و این کوههایی از حسنات رو الله سبحانه و تعالی در میزان اعمالش قرار میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سبب هدایت یک انسان بوده، دو انسان، چه برسه کسانی هستن از دعوتگران امروز، شیخ یوسف استیس از آمریکا، شیخ سمید مثلا از کویت، که میلیون ها نفر به دست اینها هدایت شدن، نه یک نفر، نه دو نفر، میلیون ها نفر. الله سبحانه و تعالی ما رو هم از اجر و پاداش شما عزیزانی که به فضل الله سبحانه و تعالی و به وسیله شبکه های توحیدی موحد شدید و یکتا پرست شدید و خرافات رو رها کردید، بی نصیب نکنه.